سلام به روی ماهتون خانم زلاند نازنین. قبل از اینکه مصاحبه شروع بشه داشتین عکس‌ها رو بهم نشون میدادین، میخواستم بگم چقدر شما خانم زلالی هستین. خوش اومدین به برنامه. آسی جان شما یک خانم، من قبلا من همیشه گفتم اینو، من همیشه شما رو فالو میکنم. شما یک خواننده اید، از یک خانواده هنرمند اومدین، قصتون خوندن آواز، چی دلتون اینجوری به هم وطنتون به افغانستان وصل کرد که هر سال راه افتادید رفتید تو دلشون؟ مسی جان در خانواده من، پدر من و مادر من از شاید بگم از نیم قرن بیشتر برای موسیقی، فرهنگ و هنر والای افغانستان خیلی رول مهمی رو بازی کردن و این یک چیز نیست که پنهان باشه. تمام مردم ایران زمین میفهمند، تاجیکستان میفهمند، خود افغانستان. ما از زمانی که روسیه اومد افغانستان گرفت و پدر من تحت تعقیب بود و پدر من عاشق خاکش بود، به ما میگفت که دخترم یا پسرم، اگر من این دختر و پسرای خودم رو نداشتم، من از افغانستان خارج نمیشدم. من میمونم مملکت خودم، به خاطر اینکه اون زمانم این امین حالت بود. فقط از خونه ها میامدن میبردن و سربنیست و چقدر هم کشتن در اون زمان کمونیست که در ظرف فکر کنن یک سال یا یک سال و نیم 4 تا رئیس جمهور تغییر کرد. و پدر من با خیلی مشکلات ما را از اونجا، من اون موقع ایران بودم با فریجان برادرم، من فریجان برادرم یه جورای پدر دوم منه که من بزرگ کرده تو ایران. من خاطرات دارم، من یه دختر بچه بودم که تو ایران عشق میکردم، میفتم خدای این چی سرزمین خوبیه، این مملکت منه. راه میرفتم محبت میدیدم، یعنی واقعا همه منو بغلم میکردن. اون موقع آهنگ من آمده هم پدر من برای خانم گوگوش ساخته بودن. هر جا که من میرفتم تو خیابونای پهلوی، همه جا تو بلندگوها، من آمده هم، وای وای من آمده هم، اینا پخشش میکردن تو خیابون پهلوی، تو هر جا بلندگوها رو گذاشته بودن، حتی جایی که نوار فروشی ها بود، کاست اینا میفروختن. الان حالتون چطوره؟ وقتی میبینین که توی افغانستان طالبان دوباره اومده، چه حس و حالی دارین؟ خیلی حالم بده، یعنی من باور کنن که من یعنی با آمدن این طالبان در به این سرعت، خب ببینید به این سرعت امکان نداشت، یعنی چطور، من باورم نمیشه که چطور این طالبانه که کسانی هستن که از پشت کوه اومدن، اینا کسانی هستن که ما ضربه های شلاق، گردن بریدن ها، دست بریدن ها، سنگسارای اینا رو ما تجربه کردیم. تمام افغانستان مخصوصا زنان رو تو یک سوراخ داخل میکردن، سنگ میزدن، میکشتن. اینا یادشون رفته، ملت یادشون نرفته، ولی ممالک خارجی مخصوصا آمریکا، وقتی که شما رفتن در افغانستان برای چی رفتن؟ برای چی رفتن؟ میگه ما یک مشن داشتیم. مشن شما چی بود؟ مشن شما رو الان ما میدونیم که چی بوده. اون موقع ما فکر میکردیم که آمریکا رفته اونجا کمک داره میکنه و تمام جامعه جهانی در افغانستان حضور داشت. هر باره که من طرف افغانستان میرفتم تو هواپیما 80-90% خارجی بودن، از سویدن بود، از نروژ بود، از بنگلادش بود، از پاکستان بود، از آمریکا بود، همشون با لباسهای سربازی و با همه. فقط من اونجا میفتم اینا کجا دارم میرم؟ تو افغانستان. اتفاقا من عکسای شما رو دیدم، عکسایی دیدم که هم با زنان افغانستان تو اون زمان عکس گرفتین، کسانی که برقه پوشیدن دستاشون رو گرفتین تو دستتون، هم با کسانی که لباس نظامی پوشیدن عکس گرفتین. الان آیا از اونا خبر دارین؟ از زنان افغانستان چه خبر دارین؟ با اونا حرف میزنین؟ اونا چی میگن؟ من همیشه در تماسم، من سالهاست که من باشون در تماسم.
مرتب برای من شعر میفرستن، باشون صحبت میکنم، تلفنی با هم صحبت میکنیم. بعضی هاشون که خیلی ناامیدن، بهشون امید میدم، میگم من هستم برای شما، من همه کار برای شما میکنم، من از طریق موسیقی، از نظر از طریق صدام، اینی صدا من برای شما کار میکنم، و اینه که من نمیتونم کار از نظر مادی برای شما انجام بدم، چون من در افغانستان که بودم یک گورمند خیلی کراپ بود، یعنی زنان کجا میرفتن خیلی میخواستن که سوء استفاده بکنن ازشون. یعنی چی؟ یعنی دولتی که اونجا بود هم دولت فاسدی بود و از زنان میخواستن سوء استفاده بکنن. توضیح میدین بیشتر؟ از زمان کرزایی که شروع شد، قبل از اونم هم اینطور کرزایی آمد، خیلی کارای شده. ببین بعضی چیزهایی که آدم وقتی میگن که توف بالا میدازی دوباره به پیشانی خودم میفته، میدونی چی؟ آدم خجالت میکشه. ببینین زمان غنی همینطور، برای خود بنده از وکیلش گرفته، از اون آدمایی که سران و رهبرا و ایناست، برای من تلفن میکنن که خانم زلان شما هر چی که میخوایی من برای شما آماده میکنم، شما یه شب بیاین اینجا. این گفتم ببین من اینجا آمدم برای یک کاره، من اینجا وظیفه‌مو باید انجام بدم، من نیومدم که اینجا برای هر خونه و هر کس و ناکس من برم بخونم. تو کی هستی؟ تو از کجا آمدی؟ من اینجا آمدم که همدردی با مردم خودم بکنم. مسیح جان باور کن به اون خدای من، خدای خودم رو قبول دارم که من بدون بادیگارد، بدون هیچ کس، از اون جایی که من بودم برای من اوتلیه و اتاق گرفته بودن، من یک چادر خیلی کنه سرم میکردم که مردم افغانستان و زنانی که در افغانستان هستن حالت خوبی ندارم، من با آرایش و با اینجوری خودم رو بیار بعد بیام بیرون، نه، من خیلی ساده و خیلی میامدم بیرون و با مردم خودم رو زمین مینشستم باشون حرف میزدم. بچه های کوچولو دور من، خانم زلان، خانم زلان، خانم زلان، منو بغلم میکردن. مردایی بودن که سنهاشون بالا بود، گریه میکردن از پدر من، از موزیشنایی که در اون موقع بود صحبت میکردن، حرف میزدن. من میرفتم باشون درد دل میکردم، من باشون میشستم تو رو زمین اون زمستون، یعنی من اون زمانی که من میرفتم ماه مثلا اکتبر بود. صدای شما رو نمیشنوم سپر جان، صدا تو بیار بالا وقتی حرف میزنی. شما ادامه بدین، الان میشنوم از اینجا. الان چطور؟ الان خب خیلی از رسانه‌های دنیا فقط دارن توی فرودگاه کابل رو نگاه میکنن و در مورد فرودگاه کابل حرف میزنن، ولی من وقتی با زنان عادی حرف میزنم تو خونه هاشون موندن، اصلا میترسن بیرون بیان. به شما چی میگن زنان؟ زنان همه شد میگن ما اصلا نمیتونیم بریم بیرون. من خانواده میشناسم که مردانی که باشون بودن با فامیلاشون رفتن، ولی دو تا زن تک تنها گذاشتن، میگه ما نمیتونیم بیایم بیرون که برای خودمون یک نان خوش بخریم. یعنی ببینین اینا در چی حالتی هستن؟ مردم در حالت فرار هستن. درست، من سیاست آمریکا رو من خیلی خیلی متاسفم. چرا شما برای چی رفتن و برای چی شما رفتن که طالبان سرنگون کنن، القاعده رو از بین ببرن؟ شما رفتن دوباره بعد از 20 سال مشن شما تموم شد. آها، باید شما پول دادن، شما خواستن که نظام و به اسلام چی میگن آرمی رو شما ترن بدن، این کار رو بکنن. اینا همه کش مصرف هایی بوده که تو افغانستان یک نفر دو نفر که نبودن، به هزاران آمریکایی، به هزاران بریتانیایی در افغانستان بودن. اینا مصرف داشتن، اینا باید مصارف بود که برای خوده، اگر 100% برای اونا میرسید، 1% برای افغانستان، یعنی برای مردم ملت مظلوم افغانستان نمیرسید، به خود آقای رئیس جمهور میرسید، به رهبران میرسید. اینا در قصرها نشسته بودن، اینا جلوی خونه هاشون سنگ گذاشته بودن که با ملت خود جدا بودن. کراپ، یعنی من میدیدم اولاد که 5 سالش تو اون سرمای زمستون آمده تخم مرغ گنده میفروشه. نگاهتون نسبت به دقیقاً به خاطر ارتباطی که شما انقدر تنگاتنگ با مردم دارین،
با خود مردم تو افغانستان حرف میزنین چقدر مسئولین در واقع دولتی رو مقصر میدونن، همون خشمی که دارن از کشورهای غربی، از آمریکا، چقدر خود افغانستان، خود آقای غنی رو، خود کرزای رو چقدر مقصر میدونن، در مورد اونا چی میگن؟ مردم ملت افغانستان چی در داخل چی در خارج متنفر از این دو مرد کثیف و خائن مملکت است. کیا اسم ببرین؟ از کی؟ منظورتون کیه؟ آقای کرزای، آقای غنی و کسانی که امروز رهبرا هستند. چرا؟ چی میگن به شما؟ مردم دقیقا میگن چرا عصبانیان ازشون؟ به خاطر که آنچی که اینا قول داده بودند به ملت و مملکت خود انجام ندادن، خودشون نجات دادن، خودشون جیباشون پر کردن، اومدن بیرون. ولی اون مردم مظلوم، اون زن مظلوم رو گذاشتن. امروز زندگی زنان کشور ما چی میشه؟ آینده اون دختر 6-7 ساله که نمیتونه بره درس بخونه چی میشه؟ آیا کسی هست که جواب اینا رو بده؟ آیا یک خارجی میتونه؟ امروز خارجی های من خودم اینجا تو آمریکا میبینم که مریض از افغانستان اومدم. اینا انسانن، بالاخره کسان کجا رفتن. ولی خب سیاست به اصطلاح گفته بعضی ها نه پدر میشناسه و نه مادر میشناسه. ولی امروز همه دنیا به طرف آمریکا نگاه میکنه. چرا این کار کردی؟ چرا تمام مردم از افغانستان تو میکشی بیرون؟ امروز انفجاری که در میدان هوایی، در فرودگاه هوایی کابل، که من کابل میگم، کرزی اصلا نمیگم، که اسمش باید برگرده دوباره به میدان هوایی کابل. اونجا میدونه بم گذاشتن، اونجا نمیدونه که چه خونریزی شده اونجا. دقیقا میخوام همین رو بپرسم خانم زلاند. خیلی ها، حالا خیلی ها هم نه، ولی برخی ها توی رسانه های خود آمریکا من دیدم که دارن میگن طالبان تغییر کرده، طالبان 20 سال پیش نیست، یا حتی میگن منتظر بمونیم شاید اون بخش از اعتدالگراهای طالبان بخوان کاری بکنن. شما چه پاسخی دارید به اونها بدین؟ من این است که طالب هیچ وقت عوض نمیشه. الان هم که این کارها رو دارن میکنن به خاطر اینکه جامعه جهانی رو به خودش جلب بکنه که همه بیان تاییدش کنه. پاکستان تاییدش کرده، عربستان تاییدش کرده، حتی دولت فاسد ایران که من عاشق ملت ایران هستم، من جون میدم برای هر کدومشون، چون من محبت که از این مردم دیدم، ولی دولتشون نفرین میفرستم. اینا که همسایه هایی که میگن ما خواهر برادریم، ما اینه، ما اونه، تو دولت تو میری یک طالب وحشی رو تایید میکنی که همسایه توست، تو فکر میکنی که طالب عوض شده، عوض میشه؟ نه، همینقدر که وقت جامعه جهانی اینا رو به رسمیت شناخت، اون موقع نشون میده که چی کار من میکنم. اون موقع کمین پاکستان که تمام اینایی که میان از طریق پاکستان میان، اینا کسایی که هستن، اصلا چهره ها رو شما ببینن، کدوم یک انسانایی که اصلا نمیدونم از کجا اینا زامبی کسایی هستن که آدم وحشت، من که از پشت تیوی یا از پشت مثلا کامپیوتر میبینم تمام تنم میلرزه. اون مردم بدبخت، اون زن، اون پسر، اون طفل اینا رو میبینه چی میشه؟ اینجوری نگاه میکنن میرن. طالبان میگید با طالبان 20 سال پیش فرق نکرده، ولی به نظرم زنان افغانستان زنان 20 سال پیش نیستن آنچنان که خودشون دارن تو ویدیوها و فیلمها اینا میگن. فکر میکنی چی میشه آخرش؟ زنان تنها میمونن تو افغانستان، جامعه جهانی کاری میکنه، چی میبینید شما آینده رو؟ فعلا همه افغانستان تنها گذاشتن، مردمش تنها گذاشتن. ولی یک چیز من به شما بگم، دختران و زنان ما و دانشجویان ما که این همه سال زحمت کشیدن خودشون رو به یک جایی رسوندن، به یک آزادی های برای خودشون رسیدن، من فکر نکنم که اینا خاموش بیم. و اینه من بهتون بگم که افغانستان زیر تحت حکومت طالب نخواهد رفت. اینه من به شما قول میدم، من به شما امروز قول میدم، شاید یک سال، شاید دو سال، ولی امکان نداره که زیر ظلم این وحشی ها که در خیابانه شما ببینن که
چه خبره؟ هم. اینا چی میخوان زندگی کنن؟ زندگی که اصلا نمیتونن برن بیرون یه غذایی برای خودشون شلاق میخورن. پشت باز ببینن اینا با تفنگ و اینا تو خیابونا ریختن، با ظلم و ستم میخوان مردم رو، با ترس میخوان که زیر قیود خودشون در بیارن، در حالی که اگر اینا بخوان تغییر کرده باشن یا میخوان تغییر، یعنی اون طالب 20 سال قبل نیست، تفنگ تو بنداز دور. دقیقاً دقیقاً من یاد انقلاب اسلامی میافتم که توی ایران وقتی انقلاب شد روح الله خمینی هم مصاحبه میکرد، میگفتش که زنها کرامت دارن، زنها حقوق بشرشون رعایت میشه، کمونیست هم حق دارن فعالیت بکنن. ولی بعدش که اومدن همه چی عوض شد، اعدام ها، شلاق. الان وقتی سخنگوی طالبان تو رسانه های غربی میگه که ما حقوق زنان رو رعایت میکنیم، شما هم یاد ایران میافتین، یاد چی میافتین؟ این چیز نیست که ما همه این روزا رو دیده. من خودم ایران بودم موقع جنگ عراق، من ایران بودم موقعی که خمینی اومد، من ایران بودم موقعی که اون شاه مظلوم از ایران رفت، من اونجا بودم. بیرون مردم نخل میپاشیدن که این میپاشیدن، من یادمه، من اونجا انجلی بچه بودم. خب بلق نگاه، یکی اومد منو زد که چرا خوشحال نیستی، گفتم برو کن شو اصلا یه جور چیزش کرده، گفتم برو تو چی داری میگی. من یعنی با اون که بچه بودم عقلم میرسید که اینا چی کار دارن میکنن. انقدر اینا قول و قرار دادن امین که آمدن ببینه که چی شد. حالا شما فکر میکنید که طالبان این کارو میکنه؟ طالبای وحشی از پشت کو اومدن اینا؟ نکنن اینا ببینن جامعه جهانی در خطر است، آمریکا در خطر است. عجیب و غریب الان چند تا از این چیزای دیگه اومده بیرون، گروه های وحشی دیگه اومدن، داعش هست، SSIK، اینا اومدن. ببینین اینجا وسط اون مردم مظلوم افغانستان قربانی میشه. متاسف هستم برای جامعه جهانی، برای همسایه‌های افغانستان، برای خود آمریکا، برای آقای بایدن. تو که قول دادی، تو قول دادی برای همه که ما میایم، ما اینطوری نباید ول میکردن میرفتن، اینطوری رهایش رو نمیکردن، همه رو از اونجا میکشن بیرون. خب بکشن بیرون، ولی اون مردمی که اونجا میمونن اون چی میشه؟ دقیقا همین میخوام بگم، میلیون ها مردمی که تو خود افغانستان میمونن، شما خودتون به عنوان یک زن آیا واقعا امیدی دارین به اینکه دوباره زنی در کابل، هرات، تو دل افغانستان آواز بخونه، فعالیت هنری بکنه؟ درست، من اینو به شما قول میدم، من شاید مرده باشم، شما همه زنده باشن، و این پیام من هست که زن افغان، زن ایران زمین همیشه سرش بلنده، هیچ وقت سرش خم نمیشه. من نه آن بید ضعیفم که زهر باد بلرزد، دخت افغان و خراسانم و برجاست که دایم افغانم. میشه برامون بخونین؟ میدونم که بغض دارین، میدونم که خسته این، میدونم که فشار زیاده، ولی دوست دارم که با همون صدای خودتون بخونین برای زنان افغان، برای دخترانی که میشنون. 100%، چرا نه، با این که صدام میدونین گرفته است، صدای هممون گرفته. نشوقی که زبان باز کنم از چی بخوانم، من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شد که زهر است بکامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیز شوقی که زبان باز کنم از چی بخوانم، من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شد که زهر است بکامم. وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیز غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم،
چی بگیریم، چی بخندم، چی بمیرم، چی بمانم. من نهان بده ضعیفم که زهر بار بلرزد، دخت افغانم و برجاست که دایم دفت بانم. یاد آن روز گرامی که قفص را آن بید ضعیفم، و این شعر یک دختر زن افغان بوده که در موقع طالبان زیر یک شمع که نه برق بوده هیچی نبوده اینو شعرشو گفته، که اینو فریجان پیدا کرد و روی این آهنگ گذاشت. و من با امین آهنگ رفتم افغانستان، همه جا رفتم برای افغانستان، برای زن افغانستان این آهنگ خوندم. سال 2012 اولین زن بودم که صدای زن مظلوم افغانستان رو گفتم. من نه آن بید ضعیفم که زهر باد بلرزد، عاشق قدرتیم که تو صداتونه. خانواده زولاند به لهجه ایرانی، خانواده زلاند به لهجه افغانستانی عزیز مردم ایرانن. هم پدرتون، هم برادرتون، خودتون بیشتر. روی ماهتون رو میبوسم. که پدر من با شعر سعدی ساخته، من اینم برای شما یک زمزمه خیلی کوتاه میکنم. دوست دارم. اتفاقا عکس پدرتون و پشترتون دارم میبینم، بخونید کنارش. ای ساربان آهستران، کارام جانم میرود، آن دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود، آن دل که با خود داشتم با دل ستانم میرود. قربون اشکاتون، روی ماه شما رو میبوسم. این روزا اشکای ما مثل آبشار جاریه، ولی میدونم که ما زنای ایران و افغان با هم و در کنار هم قوی تریم. صدات بشم، من خیلی خیلی معذرت میخوام. من زن قوی هستم، ولی در مقابل ظلم چون قدرت اون توریک ندارم که بخوام دنیا رو عوض کنم، قلبم میگیره، اشکم میاد. قلبتون قلبتون زیباست، برای همینه که غمگین میشین. روی ماهتون رو میبوسم و با شما خداحافظی میکنم.